لیورپول دو چلسی یک بریم ببینیم این بازی چی شد یکی از جذاب ترین بازی لیگ برتر انگلیس رو میخوام براتون تحلیل کنم پس همراه من باشید سلام شهریار حکیمی هستم و همونطور که بهتون گفته بودم تحلیل های اسپورس ویسپر شروع شد دیگه از حالت ویسپر پلاس خارج شدیم ویدیو های خیلی زیادی از رشته های مختلف داریم میخوایم بازی رو با هم بررسی کنیم تا در کنار هم مثلا لذت ببریم از این همه رشته زیاد و رشته مختلف و رشته جذاب اولین بازی که واسهتون انتخاب کردم همونطور هم که خبر داده بودم بازی لیورپول و چلسی بود بدون مقدمه خاصی بریم سراغ بازی فقط من یه سری چیزها رو بهتون بگم که در جریان تمام این تحلیل ها باشید توی ویسپر پلاس هم بهتون گفته بودم از ویدیو نمیتونیم استفاده کنیم یعنی من حتی امتحانم کردم دیروزم چند بار امتحان کردم در حد دو سه ثانیه ویدیو هم کپی رایت میخوره و حتی احتمال این است که ویدیو هم بلاک بشه مخصوصا سر چیزی مثل فوتبال بریم در رابطه بازی باهاتون صحبت کنم بازی نکات خیلی زیادی داشت پس همراه باشید خب من از روی گوشیم دارم اسکرین هایی که گرفتم و اینا رو نگاه میکنم واسه شما روی تصویر میندازم تا بهتر متوجه بشید بریم سراغ تحلیل بازی از ترکیب دو تا تیم شروع کنیم خب همونطور که میبینید هم ترکیب لیورپول و هم ترکیب چلسی جفتشون 4 2 3 1 بودن ولی خب یه سری تفاوتایی با هم داشتن و یه سری شباهتایی هم با هم داشتن مثلا شباهت اول چی بود خب وقتی ما میگیم 4 2 3 1 منظورمون اینه که خط دفاعی 4 تا دا دفاع دارن ولی خب اتفاقی که هم توی لیورپول افتاد و بیشتر توی چلسی خیلی به چشمون میومد این بود که یکی از فولبک ها اینورت میشد خب این اصطلاح یعنی چی من توی تحلیلایی که استفاده میکنم سعی میکنم اگر اصطلاح انگلیسی به کار ببرم حتما برای شما بگم تحلیلامون نمیخوایم خیلی مقدماتی باشه که واقعا اصلا چیزی به شما اضافه نکنه نمیخوام که خیلی تخصصی باشه که اصلا ببریم توی فازی که کسی متوجه نشه من فقط این اینورتی که خیلی میشنوید حتی کتابم راجبش هست اینورتینگ پرامید همه اینا رو بهتون توضیح میدم ببینید به زبان ساده اینورت الان من توی ترکیب چلسی به شما میگم یعنی این گوستویی که الان توی تصویر میبینید دفاع چپه میاد به خط هافبک اضافه میشه خط دفاعی ستایی میشه و اون میره انگار داره نقشه هافبک رو بازی میکنه به این میگن اینورت کردن فولبک توی پست‌های دیگه هم از اینورت استفاده میشه ولی توی فولبک بک خیلی بیشتر به چشمون میخوره حالا اتفاقی که در رابطه با ترکیب دو تا تیم باید بهتون بگم از اون طرف آرنولد هم همین اینورت میشد میومد توی خط هاف بک ولی خب وقتی ما داریم ترکیب دو تا تیم رو میبینیم همیشه به این توجه کنید که ترکیب دو تا تیم باید در دو موقع مختلف در دو شرایط مختلف سنجیده بشه ما الان داریم ترکیبای خونسا رو میبینیم اون لاین که مثلا میدن که مخاطب تلویزیونی متوجه بشه که تیمه داره چند چند بازی میکنه ولی خب ما همیشه دو تا شرایط داریم یه شرایط وقتی شما مالک توپ هستید توپو در اختیار دارید یه شرایط وقتی که توپ در اختیار تیم حریفه و شما باید دفاع کنید الان مثلا موقع حمله اینا اینورت میشن میان توی هافبک ولی وقتی که میبینیم که تیم حریف تو پوده اختیار داره باید دفاع کنن مثلا اینجا گوستو دوباره میومد تو دفاع خط دفاع رو دوباره چارتایی میکرد خب این در رابطه با ترکیب دوتا تیم من چند تا انتخاب کردم تا به شما بیشتر بگم از ترکیب تیما با خبر بشید بگم که این حرفایی که زدم اصلا توی بازی داشتن اجرا میکردن یا نه خب عکس اولی که شما مشاهده میکنید دقیقه سه بازی ببینید دقیقا چلسی اصلا گوستو رو ببینید کجاست خیلی رفته توی زمین لیورپول داره بازی میکنه یه خط دفاع ست تایی شما دارید میبینید و این دقیقا همون چیزی بود که میگفتیم اینورت میکنن توی عکس بعد دقیقا همین اتفاق واسه لیورپول افتاده و لیورپول داره ست تایی دفاع میکنه همیشه اینو توجه کنید وقتی که شما یه فول بک رو اینورت میکنید و خط دفاعتون رو ستایی میکنید اون خط دفاع در اکثر مواقع باید به هم نزدیک باشه اصطلاحا میگن اینا نرو بازی میکنن یعنی خیلی دارن به هم نزدیک بازی میکنن و توی لیورپول مخصوصا توی ترکیب آرن اسلات یا آرن اشلوت هرچی میخواید تلفظش کنید خیلی ما میبینیم که خط دفاع و حتی هافبک هایی که یه میان عقبتر به هم نزدیکتر بازی میکنه و با پاسای کوتاه سعی میکنه تیم لیورپول به جلو حرکت کنه حالا روی عکس بعدی دقیقا همون چیزی که بهتون گفتم که ترکیب همیشه دو تا شرایط مختلف داره دیگه یکی که شما مالک توپ باشی یکی که شما مالک توپ نباشی باید دفاع کنی حالا روی چلسی میبینید گوستو برگشته یعنی دقیقا همون خط دفاع تایی که ما انتظار داشتیم خب قبل از اینکه به اتفاقات بازی بپردازم من در رابطه با ترکیب چلسی خیلی دوستم یه حرف دیگه هم بزنم و به اینم اشاره بکنم توی ترکیب چلسی که دوباره الان دارید تصویرش رو میبینید کل پالمر رو وسط داره بازی میکنه یعنی انگار داره نقش شماره ده رو ایفا میکنه توی تیم موریسی و پوچتینو اینو, اینو میدیدیم و انزو مارسکا بیشتر داره این نقش رو به کل پالمر میده چه نقشی؟ میگه ببین تو مثل یه شماره دهی یعنی پشت مهاجم اصلی بازی میکنی ولی آزادش میذاره میگه یعنی میتونی به سمت راست که مورد علاقت هست بری اونجا یه زوجی رو با مادویکه تشکیل بدی وقتی ما توپو نداریم بیا عقب میتونی توی دفاع شرکت کنی خب به خاطر سنی که کل پالمر داره به خاطر که خیلی جوانه انتظار دوندگی بالی ازش دارند و آزادش گذاشته و میدیدیم که خیلی میومد عقب خیلی سمت راست میرفت و کلا میومد روی خط هافبک حتی از هافبک های چلسی میومد توپ میگیره و خودش میرفت جلو این نقشه که کل پالمر داشت و به همین دلیل هم است که زیاد توپ بهش میرسه و به همین دلیل هم است که میره اصلا حملات چلسی خیلیش با پالمر شروع میشه چلسی بازی رو در اختیار داشت چلسی سعی کرد اوایل بازی با پاسهای بلند لیورپول رو امتحان کنه و بعدش با پاسهای کوتاه همون کاری که تیم انزو ماریسکام در یه حدی انجام میده حالا نه مثل آرنسلات ولی تیمشون خیلی بیشتر از فصل قبل با پوچتینو میبینیم که خیلی با پاسه کوتاه حرکت میکنن هر دو جناحو و چلسی امتحان کرد هم از سمت راست با مادویکا هم از سمت چپ با جیدن سانچو من باید به این اشاره بکنم این یه ذره به نیمه دوم هم مربوط میشه ولی همین الان بهتون اشاره بکنم تقابل های جیدن سانچو و الکساندر آرنولد زیاد میدیدیم خب وقتی لیورپول توپ در اختیار نداشت آرنولد میومد هم سمت راست وظیفه دفاعیشو میخواست اجرا کنه و خیلی میدیدیم که با سانچو درگیره و در اکثر مواقع هم موفق بود به نظر من سانچو خیلی بیش از حد دوست داشت که این یک به یک رو رد کنه خیلی دوست داشت که از آرنولد رد بشه میگم تو اکثر مواقع موفق نبود و به همین دلیل بود که وقتی تو به سمت چپ میرفت یعنی چلسی از سمت چپ حمله میکرد سرعت بازی گرفته میشد ما توی سمت راست میدیدیم که با کمک پالمر چلسی خیلی داره روانتر بازی میکنه ولی تو سمت چپ اینو نمیدیدیم اتفاقی که افتاد برخلاف جریان بازی یک اشتباه از گلویل باعث شد که لیورپول به پنالتی برسه کرتیس جونز تاثیر خودش رو گذاشت تا اونجا تا اون مقط از بازی تقریبا متوسط بود خیلی خوب نبود ضعیف هم نبود ولی کلا لیورپول اون لیورپولی که فکر میکردیم تا اون 20 دقیقه نیم ساعت اول نبود ولی بعد از این پنالتی همین چی تغییر کرد تغییری که لیورپول داشت بعد از گل که به اجبارم بود داروین نونیز به جای دیگو جوتا اومد ژوتا اوایل بازی که یه پاس بلند دادن اومد فرار کنه و روش خطا کردن یه ذره مصدوم هم شد و نمیتونست زیاد بوده نونیست که اومد خط حمله لیورپول سرعت بیشتری به خودش گرفت اینجا نقش کرتیس جونز و همچنین نقش محمد سلام بیشتر شد. یه ذره آزادی بیشتری داشتن. اتفاقا کرتیس جونز یه پنالتی دیگه هم گرفت که وی ای آر ردش کرد و نیمه اول هم اون اواخرش کول پالمر یه موقعیت خیلی خوبی داشت. چلسی بالاخره تونست توی باکس نفوذ کنه ولی خب توپش از بالای دروازه رفت و نیمه اول تموم شد میرسیم به نیمه دوم جایی که چلسی دست به تعویض زد انزو فهمید گفت آقا این جید انسان شد اصلا نمیتونه خوب کار کنه من من پدرو نتو رو بیارم پدرو رو آورد تو سمت چپ ازش کار کشید و اتفاقا خوبم بود حالا نمیگیم که مثلا خیلی میتونست رد شه ولی خیلی سرعت بیشتری داد یعنی اگر شما نگاه میکردید مخصوصا همون چند دقیقه اول خود چلسی از سمت چپ علاقه بیشتری رو حمله کنه توی صحنه هم که دیدیم کایسدو به خوبی نیکلاس جکسون رو پیدا کرد بازی یک یک شد بازی یک یک شد به نظر میرسید مثل نیمه اول چلسی نیمه دومم بهتر شروع کرده میتونه حتی بر بازی مسلط بشه ولی خیلی سری لیورپول واکنش نشون داد یعنی اصلا اتفاقی که هر مربی دوست داره که تا گل بخوره سری واکنشی ببینه و همین واکنش رو دید روی نبوغ محمد صلاح محمد سلا واقعا بازیکن کلیدی واسه لیورپول آره میگن که نمیدونم فصل آخرشه شاید تمدید نکنه بره اصلا لیورپول باید بهش تمدید کنه بعد بفروشدش از این صحبت ها زیاد میکنه ولی چیزی که ما داریم میبینیم بازیکن مثل محمد صلاح هنوز این قابلیت رو داره که توی بازی بزرگ برگ برنده یه تیم باشه بتونه همون گیم چنجر باشه همون بازیکنی باشه که سرنوشت بازی رو عوض میکنه تغییر میده و توی همین بازی هم میبینیم که کرتیس جونز فرار کرد و محمد سلو به خوبی با یه پاس چند تا بازیکن چلسی رو محو کرد و خیلی سریع هم گل دوم لیورپول به ثمر رسید روی گل دوم این نکته هم باید اشاره بکنیم که رابرت سانچز انگار ترسید از اون اتفاق نیمه اول که یه پنالتی داد البته پنالتی که میگم یه ردش کرد ولی خب خیلی بهتر میتونست جلوی کرتیس جونز وایسه اصلا بهش نزدیک نشد وایسه ده همون جایی که خودش بود که جونز بعد از یه کنترل نشندان جالب تونست گل رو به سمر برسونه و به نظر من این واقعا گلی بود که یه دروازهبان بزرگ اگه بود قشنگ میتونست جلوشو بگیره قبل از اینکه به تعویزهای دوتا تیم اشاره کنیم مقصا اینزو مارسکا خیلی یهویی یه چند تا تغییر به وجود آورد قبل از اینکه بریم سمت تغییرها من در رابطه با کرتیس جونز بهتون بگم که به نظر من در کنار محمد صلاح بهترین بازیکن این بازی بود کرتیس جونز هم می اومد عقب توپ می گرفت توی کارای دفاعی شرکت می کرد هم میرفت جلو و خب گل که به سمر رسون پنالتی که گرفت چیزی که باید بهش توجه کنید چقدر توی فضا سازی موفق بود من یه اسکرین گرفتم یعنی تا دیدم مطمئن شدم که صحنه آیسته نشون نه سریع اسکرین براتون گرفتن یه جا دوباره محمد سلا پا به توپ شد و کرتیس جونز به خوبی فرار کرد فرار کرد بره سمت باکس و با توجه به آرایش چلسی دو تا از دفاع چلسی فکر کردن که سلا الان قراره که به جونز پاس بده دو تا از بازیکنه چلسی با کرسی جونز رفتن یه فضای العاده بازی توی سمت چپ زمین باز شد توپ به گاکپو رسید آره درسته زربش خوب نبود نتونستن به موفقیت برسن روی صحنه ولی این هم نقش محمد سلام نشون میده که چقدر به عنوان بازیساز توی این بازی خوب بود و هم نقش کرتیس جونز یعنی من دیگه واقعا نمیدونم که از یه هافبک ما توی همچین بازی چی میخوایم هم تونست توپ بگیره هم تونست فضا سازی کنه هم تونست پنالتی بگیره هم تونست گل بزنه واقعا فوق العاده بود برسیم به چند تا از تعویضایی که میخوام بهش اشاره بکنم. خب من یکی از تعویضای انزو مارسکا رو بهتون گفتم که پدرون نتو به جای جیدن سانچو آورد که به نظر من تغییر خوبی بود. یکی از اشتباهاتی که شاید کرد حالا نمیدونم بتونیم مثلا اسمش رو اشتباه بذاریم یا نه چون ما بازی رو دیدیم بازی تموم شده حالا میریم صحبت میکنیم راحت بگیم اشتباه و اینا توی اون شرایط توی اون وضعیت خب مربی چی فکر میکنه خیلی با, این... با چیزی که ما داریم در رابطش صحبت میکنیم فرق داره ولی پدرونتو رو اگه زمانی برد سمت راست که واقعا به نظر من اصلا دیگه اون کارایی لازم و پدرونتو نداشت ولی یکی از چیزهایی که من زیاد خوشم نیمه تعویز لاویا بود لاویا خیلی روش خوب بازی میکن یعنی توی نیمه اول میتونه بگیم که بهترین هافبک چلسی بود واقعا داشت خوب بازی میکرد و کی بود رناتو وگا رو آورد رناتو وگا خیلی سعی داشت که یه پاس خلاقانه بده خیلی از پاسهای بلند استفاده میکرد ولی واقعیت به نظر من توی کار دفاعی که نمیتونست مثل لاویا باشه و توی کار تهاجمی خیلی تو دست داد یعنی به نظر من باید با لاویا ادامه میداد میگم بازم آیا این درسته این غلطه الان که گذشته میگیم غلطه ولی خب توی اون شرایط به من اگه با لاویا ادامه میداد بهتر یه کار دیگه هم که کرد بعد از اینکه ریس جیمز رو تعویز کرد گوستو رو بود سمت راست و دیگه بهش گفت نرو جلو و گوستو دیگه کلا توی دفاع چلسی مون سعی کرد زیاد نره جلو مگر اینکه توی لحظات آخر که میخواستن سانت کنن میخواستن کاری بکنن که به نظر من اون فشار لازم رو نیوردن یه صحنه دیگه واسه اسکرین شات گرفتم کایسدو تونست از خط هافبک لیورپول رد بشه اتفاقی که توی این بازی زیاد نمیدیدیم و دو تا بازیکن چلسی رو داریم اینجا میبینیم اصلا اینا هیچ حرکت خاصی نکردن که دفاع لیورپول به هم بزنن ببینید ما حالا قراره در رابطه با رشته‌های مختلفی بیم تحلیل کنیم صحبت کنیم یه چیزی که توی تمام این بازی‌های تیمی مثل فوتبال مثل فوتبال آمریکایی توی بسکتبال توی همه اینا مشترکه با هم وجه اشتراکشون اینه که آقا تیم حمله باید یه کاری بکنه که اون آرایش اصلی تیم دفاع به هم بریزه اصلا اصل کار این بازی ها همینه دیگه شما باید مثلا یه سویچ انجام بدی یه فراری انجام بدی مثلا فرار کرتیس جونز که یکی دو تا مدافع رو با خودت ببری چلسی اصلا فکر کنم پدرو بود که خیلی عقب بود یعنی تا میخواست برسه که اصلا کایسدو نمیتونست کارش بکنه و این طرفم توی خط حمله هم که نیکلاس جکسون اصلا نزدیکه اصلا فرار نمیکنه داره میبینه کایسده داره میاد به که فرار کنه به جای که سازی کنه هیچی اصلا برگشتی داره یه نگاهی هم بهش میکنم این موقع هم به سادگی از دست رفت به نظر من یکم مشکلاتی بود که توی ضد حمله توی ضد حمله خاص ملات نداشت ولی تو همین تک موقعیتی که میتونست به ضد حمله منجر بشه خوب کار نکرد و در آخر خیلی دوست دارم در رابطه با آرن این حرف رو بزنم همونطور که بهتون گفتم تقریبا قبل از گل اول لیورپول توی نیمه اول چلسی تیم برتر زمین بود ولی چیزی که من خیلی با آرن هول کردم ازش خوشم اومد این بود که این مربی هم به یه ترکیب مورد نیاز و مورد علاقش رسیده به ترکیبی که میدونه چی از این ترکیب میخواد و هم تعویزای معقولانی انجام میده و هم نکته خیلی خوبی که داره اینه که مربی صبوریه یعنی مثلا شما وقتی بعد از نیم ساعت احتمالا از بازیکنات اون چیزی که میخوای و نمیبینی اون نتیجه که میخوای و نمیگیری شاید یه سری تغییرات به وجود بیاری ولی آرنسلات میدونست که باید اعتماد کنه به این بازیکناش و شرایط بازی به سمتی میره که اون چیزی که میخواد میبینه و دقیقا همین اتفاق افتاد مخصوصا بعد از گل اولی که لیورپول به ثمر رسید و مخصوصا بعد از گل چلسی ما فکر میکنیم که چلسی الان مسلط میشه ولی اعتماد کرد هیچ تغییری توی سیستم بازیش به وجود نیاورد به همون ترکیبی که داشت اعتماد کرد و خیلی سریع هم جواب اعتمادش رو گرفت تعویزاش هم خیلی تعویزهای معقولانه بود واقعا من از تعویزش خوشم آمد و نیمه دوم به من نشون داد که چرا انقدر مربی خوبیه و به نظرم حداقل الان که ده دوازه تو بازی توی کل فصل گذشته میتونیم به این بگیم که شاید هیچ جایگزین بهتری نسبت به یورگن کلوب نمیتونست لیورپول پیدا کنه چون آرنسلا دقیقا با مهره ها و با بازیکنهایی که داره میدونه ازشون چی میخواد و به سیستم و ترکیب مورد نظرش رسیده و داره نتیجهش هم میگیره این یه تحلیل کلی از بازی لیورپول و چلسی بود امیدوارم از این تحلیل راضی باشید بیاید حتما کامنت کنید همونطور که گفتم ما کلی تو روزهای آینده در هفته های آینده تحلیل مختلف و رشته های گوناگون داریم پس همراه اسپورس ویسپر باشید تا یه ویدیوی دیگه